بانم خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه نهم ماه دلو سال 1399 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. تایید رسمی ادامه کار زلمه خلیزاد همچون فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از سوی وزیر خارجه امریکا. درباره سفیر خلیلزاد، بله، ما از وی خواسته ایم کار حیاتی خود را که انجام داده است ادامه دهد. سفر طالبان به روسیه همزمان با توقف مذاکرات صلح در دوحه. هنوز هم یک نتیجه نهایی که با همدیگر با توافق و تفاهم همدیگر جریان پیش ببرن وجود ندارد. اخراج یک مقام بلندپایه سازمان ملل از افغانستان از سوی رئیس جمهور غنی. بچه رو که در نشی فاتیت او در افغانستان جمهور رئیس داده بیدنائی با دلیل باند در افغانستان در ولس مشر در حکم پر اساس بسلر و شدون ساتونو که لافغانستان اخراج شد. وعده حکومت برای فرستادن مسواده سوم بودجه به مجلس نمایندگان در هفته آینده. با آغاز واکسیناسیون کرونا در پاکستان تا چند روز دیگر. شجاع زکی هستم با مشروح خبرهای این ساعت. وزیر خارجه امریکا ادامه کار زلمه خلیلزاد را همچون فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به گونه رسمی تایید کرد. وزیر خارجه امریکا میگوید که زلمه خلیلزاد به کار حیاتیش ادامه خواهد داد. هدف از ارزیابی توافقنامه صلح واشنگتن را با طالبان بررسی تعهدات انجام شده دو طرف میداند. در همین حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که این گروه تعهداتش را در توافقنامه صلح عملی میکند و از امریکا نیز میخواهد که تعهداتش را در این توافقنامه عملی بسازد. شریف امیری گزارش میدهد. انتونی بلینکن یک روز پس از سوگندش به حیث وزیر خارجه امریکا در نخستین نشست خبریش اطمینان می دهد که زلمه خلیلزاد همچون فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کارش ادامه خواهد داد. درباره سفیر خلیلزاد، بله، ما از وی خواسته ایم کار حیاتی خود را که انجام داده است ادامه دهد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز از ادامه کار زلمه خلیلزاد استقبال کرده است. درباره افغانستان یکی از چیزهایی که باید بدانیم این است که دقیقاً در توافقها میان ایالات متحده و طالبان چی چیزی صورت گرفته است تا اطمینان به دست آید که از تعهدات طالبان و نیز هر تعهدی که ما داده ایم درک کامل داشته باشیم. رئیسان ارتش ناتو نیز در نشست در بروکسل چگونگی حضورشان را در افغانستان وابسته به شرایط این کشور اعلام کردند. ناتو به گونه کامل روند صلح به رهبری امریکا را پشتیبانی می کند. ما به ارزیابی حضورمان بر بنیاد شرایط در افغانستان به گونه هماهنگ ادامه می دهیم. در همین حال وزیر دفاع ایتالیا در دیدار اخیرش از افغانستان بر حفظ دستاوردها در روند صلح افغانستان تاکید می ورزد. یکی از مهمترین درس‌های آموخته شده این است که صلح پایدار تحمیل شده نمی‌تواند. باید صلح از طریق یک روند سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک مشترک به وجود آمده و توسعه یابد. حتی در این مرحله بسیار حساس موقعیت ما تغییری نکرده است. ما تا زمان لازم با همپیمانان ما که مردم افغانستان بخواهند در این کشور خواهیم ماند. قرار است وزیران دفاع ناتو تا کمتر از 3 هفته دیگر در نشست در بروکسل موضع حکومت جو بایدن را درباره این که آیا شرایط به بیرون شدن کامل از افغانستان تا 3 ماه دیگر فراهم است یا نه بشنوند. در حالی که 11 روز از توقف مذاکرات صلح در دوحه می‌گذرد، اما هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان یک بار دیگر از طالبان می‌خواهد که به میز مذاکرات برگردند و هر آنچه که برای بحث دارند روی میز بگذارند. از سوی هم در یک نوار صوتی منصوب به محمد امین احمدی، یک عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که بر رسانه‌های اجتماعی درس کرده است، آقای احمدی میگوید که حکومت موقت آماده نیست و به گفته او رئیس جمهور غنی محبوب جهان نیست و در حکومت موقت جای نخواهد داشت. از سوی دیگر یک هیئت طالبان به روسیه سفر کرده است. در این باره هم شریف امینی گزارش دارد.
از توقف مذاکرات صلح در دوحه 11 روز می گذرد. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان طالبان را به بی‌میلی در شرکت در مذاکرات صلح متهم می سازد. موضوع یزی که به اصطلاح از موضوع از سوی هم در یک نوار صوتی که منصوب به محمد امین احمدی یک عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان دانسته می شود در رسانه های اجتماعی پخش شده است، آقای احمدی گفته است که حکومت موقت آمدنی است و در واقع تلاش می شود که نظام نجات داده شود نه حکومت. در واقع نهایت کوششی است که نظام نجات داده شود نه حکومت. حکومت قربانی میشه، قربانی میشه، غنی قربانی اوله، هیچ حامی نداره در سطح جهان. اما آقای احمدی به طولونیوز میگوید که پخش این نوار صوتی در رسانه های اجتماعی یک کار غیر اخلاقی است و آن را نکوهش میکند. با این همه سیاستگران کشور به این باور هستند که از تمامی گزینه ها برای پایان جنگ ها به خشونت ها در کشور کار گرفته شوند. همه طرف ها در سیاست کشور شریک باشند. آری از طریق حکومت موقت، اداره موقت یا حکومت به نام صلح یا هر اداره باشه، طبعا یک رایش هموست. این رهبر پیشین جهادی از آنچه که نبود یک اجماع سیاسی میان سیاستگران کشور در روند صلح افغانستان می داند، انتقاد می کند. متاسفانه بین خود حکومت افغانستان هم بود، شخص جناب رئیس جمهور و شخص رئیس شورای عالی مصالحه هنوز هم به یک نتیجه نهایی که با همدیگر با توافق و تفاهم همدیگر جریان پیش ببرن وجود نداره. از سوی هم یک هیئت طالبان روز گذشته به رهبری ملا عبدالغنی برادر به مسکو رسیده است. در این دیدار که در وزارت امور خارجه روسیه برگزار شد، پیرامون موضوعات مربوطه دو کشور، وضعیت کنونی گفتگوهای بین الافغانی و تطبیق کامل توافقنامه دوحه بحث شد. از سوی هم رئیس ستاد ارتش در واکنش به گفته های دبیر شورای عالی امنیتی ملی ایران میگوید که طالبان در برابر امریکا نه، بل در برابر شهروندان افغانستان می جنگند. رئیس جمهور غنی محمد محمدی مسئول بخش مبارزه با فلج کودکان را در یونیسف از افغانستان اخراج کرد. ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی آقای محمدی را که شهروند فرانسه است به علت پاسخگو نبودند درباره چگونگی کارکردهایش در بخش مبارزه با پولیو و به اعتنایی به خواستهای رئیس جمهور از کشور اخراج کرد. منابع در ارگ ریاست جمهوری یکی از اتهامات بر این مقام یونیسف را هزینه کردن 1.5 میلیون دلار در ساخت صابون‌های کم کیفیت در کشور میگویند، اما یونیسف تاکنون این ادعا را نپذیرفته است. زهرا رحیمی گزارش می‌دهد. پس از گفتگوی روز دوشنبه رئیس جمهور غنی و بیل گیتس از پشتیبانان مالی برنامه مبارزه با فلج کودکان در افغانستان، آقای غنی مسئول بخش مبارزه با فلج کودکان را در نهاد یونیسف از افغانستان اخراج کرد. په چارو کې د نشفافیت او د افغانستان جمهور رئیس د بی‌اعتنایی په دلیل باندې د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس په څلورویشتو ساعتونو کې له افغانستانه اخراج شو. اما لوی سارنوال در این باره ابراز بی‌خبری میکند. در رابطه به مسئله کارمند یونیسف که مطرح کردین، من هنوز در این رابطه معلومات ندارم. اگر اتفاق هم افتیده، شاید تازه اتفاق افتیده باشه. یک منبع در ارگ میگوید که محمد محمدی پیش از این حدود 1.5 میلیون دلار را هزینه ساخت صابون‌های بی‌کیفیت برای مبارزه با ویروس کرونا در ولایت ننگرهار کرده است، اما از چگونگی شفافیت در هزینه شدن این پول خبری نیست. مصارف مالی که در افغانستان صورت میگیره از طرف نهادهای کمک کننده باید تو شفاف باشه، واضح باشه و به مردم و مخصوصا حکومت افغانستان از او آگاه بوده باشه. منابع میگویند که مسئول بخش مبارزه با فلج کودکان در یونیسف برای دسترسی کودکان به واکسین در بخش های زیر حاکمیت طالبان به این بخش ها سفر میکرد و با اعضای گروه طالبان در این بخش ها گفتگو میکرد. طالبان د یونیسف د دوا اوس اته چی د واکسین او د نورو کارو سره چاغه اولیه کومکونه دی د اوس هیڅ باج نه والی. 5 روز پیش نمایندگانی از سازمان جهانی بهداشت و یونیسف با نمایندگان طالبان در دوحه نیز دیدار کردند، اما روشن نیست که محمد محمدی در این دیدار حضور داشت یا نه. حکومت افغانستان در روزهای اخیر در یک سردرگمی قرار داره و من فکر نمی کنم که نهادهای حکومتی هم پاسخگو باشه به مردم.
افغانستان پس از پاکستان دومین کشور آسیب پذیر از فلج کودکان در جهان است. امروز نیز نخستین رویداد فلج سال 2021 در ولسوالی اندر غزنی ثبت گردید. تنش ها میان حکومت و مجلس نمایندگان بر سر بودجه افزایش یافتند. پس از آن که رئیس و شمار از اعضای مجلس نمایندگان حکومت را به گروگانگیری بودجه متهم ساختند و نیز پیشنهاد انتقال گنجینه طلای باختر را به خاطر جلوگیری از دزدی شدن احتمالی آن به بیرون از کشور دادند، اکنون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که این گنجینه مسئول است و سیاستگران نباید میراثهای تاریخی را برای منافع سیاسیشان ابزار قرار دهند. در این حال وزارت مالیه میگوید که قرار است تا هفته آینده سومین مسوده این بودجه را به مجلس نمایندگان بفرستد. انیسا شهید جزئیات را گزارش می‌دهد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در واکنش به این گفته های رئیس و شماری از اعضای مجلس نمایندگان که گویا گنجینه باختر با خطر احتمالی دزدیده شدن از سوی حلقه های در حکومت روبروست، میگوید که این گنجینه پشتوانه بانک مرکزی نیست و یک اثر با ارزش تاریخی است که سیاستگران نباید از آن در رقابت های سیاسی کار گیرند. با فرهنگ لطفا طمع ندوزید که ای وسیله تأمین اهداف کسی شود و یا از فرهنگ شما لطفاً وسیله فشار برای تأمین منافع خود نسازید. تنش ها میان مجلس نمایندگان و حکومت پس از آن بالا گرفتند که دو طرف یک دیگر را به گروگانگیری مسوده بودجه سال مالی 1400 متهم می سازند. هنوز هم کل نقد و گونه غیر قانونی از طریق دروازه های ویژه میدان هوایی کابل به خارج از کشور انتقال می یابد. اگر چنین فساد گسترده ادامه پیدا کند، مطمئن باشد که گنجینه طلایی باختر نیز در امان نخواهد بود. با این حال، وزارت مالیه میگوید که پیشنهادهای اعضای مجلس نمایندگان در سند بودجه افزوده خواهد شد و هفته آینده به مجلس فرستاده خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که گنجینه طلای باختر در 13 سال گذشته در 13 کشور و 29 موزیم جهانی نمایش داده شده است. دا یو واقعیت ته وروره په دې خاوره کې هر تاریخي اثر د مختلفو مشکلات سره مخامخ دي. طبیعي عوارض، افغانستان ډېر لرغونی تاریخ لري، هغه ته توجه شوې ده، توجه کیږي. گنجینه طلای باختر که از میراث‌های بسیار با ارزش تاریخی افغانستان است، در حدود 6 تا 7 کیلوگرم وزن دارد و همکنون پس از نمایش در بیرون از افغانستان به کشور برگشتانده شده است. هیئت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان بانک مرکزی را در با کمکاری در بررسی پرونده انفجار بر محتر کارمندان این بانک متهم می‌سازد. این هیئت پس از دو ماه تلاش برای بررسی چگونگی انفجار بر محتر یماس یاوش با دو کارمند دیگر بانک مرکزی می‌گوید که برای دو روز پی هم به این بانک رفتن و مسئولان آن از دادن تصویرهای کمره‌های امنیتی و جزئیات ردیاب محتر آماج قرار گرفته خودداری کردند. در این باره هم منیسه شهید گزارش دارد. این تصویرها جریان دیدار هیئت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان را نشان می‌دهند که به روزهای 20 و 21 ماه عقرب به بانک مرکزی رفتند. اما این هیئت در روز نخست با دروازه مهر و قفل شده رئیس بانک مرکزی روبرو می‌شوند. مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که رئیس بانک بیمار است و به گونه‌ای رسمی مسئولیت‌هایش را نیز به هیچ کسی نسپرده است. در یک هفته کی مرسی میکنین ما ولی یک کس دیگه به یک امضا کار باشه و به این قضیه مهمی که سه تن از همکارایتون جانش از دست داده کی جواب میگم یا چی رو میگم؟ منتظر بشینیم که آلی جناب از کدام کشور میاد؟ هیئت حقیقت‌یاب از مسئولان بانک مرکزی می‌خواهد تا تصویرهای سه روز کمره‌های امنیتی توقفگاه موترهای این بانک و ردیاب موتر بانک مرکزی را که در انفجار به شمول یماس یاوش سه تن از کارمندان این بانک جان باختند با آنها بسپارد. بانک مسئولان بانک مرکزی تعهد می‌سپارند که یک نسخه از تصویرهای کمره‌های امنیتی را به هیئت حقیقت‌یاب خواهند سپرد، اما این تصویرها تا امروز به آنان داده نشده است. ما که فیصله بودیم که چه رئیس آیتی سهار مونده باید چه نه بجه نفر رو لگه استلاف کنند ویدو و اخلی اگه ویدو مستشده. ما یک کپی رو برای امنیت ملی داریم و زمانگیر است. شما لطف کنن امروز ما کپی ها را میگیریم، یک روز میگیریم برای مسئولین برو.
باسبواد از اون بخیر براتون. هیئت حقیقت یاب در میابد که لاشه موتر انفجار داده شده بجای این که در اختیار نهادهای کشفی برای بررسی های بیشتر سپرده شود به گمرک برده شده است. موتر میگه دوباره به هدایت رئیس بانک به گمرک بردن. اینا شما چی را در اختیار ما قرار بدین، اما هنگی بکنین که موتر گمرک که هست ما بریم از موتر دیدن بکنیم. 82 روز پیش یک موتر کارمندان بانک مرکزی در مکرو ریان سوم آماج یک ماین قرار گرفت. در آن رویداد یما سیاوش گرداننده پیشین طولونیوز و مشاور رسانه‌ای بانک مرکزی، احمد انس معاون ریاست دفتر این بانک و محمد امین راننده این بانک جان باختند. ادامه خبرها از طلو و طولونیوز. پاکستان روند واکسین کرونا را در این کشور هفته آینده آغاز می کند. مقام های بهداشتی پاکستان اعلام کردند که در گام نخست کارمندان بهداشتی واکسین خواهند شد. پاکستان تاکنون واکسین های تولید شده چین و یک واکسین تولید مشترک بریتانیا و سویدن را برای استفاده در این کشور تایید کرده است. از سوی دیگر شمار مبتلایان قطعی کرونا در جهان از مرز 100 میلیون گذشت و شمار قربانیان کرونا نیز در جهان از مرز 2 میلیون و 160 هزار تن گذشته است. پس از آن که حکومت پاکستان تجویز واکسین چینایی کرونا و واکسین شرکت استرازنکا که یک شرکت مشترک بریتانیایی و سویدنی است را در این کشور تایید کرد، اکنون تا یک هفته دیگر واکسیناسیون کرونا در پاکستان آغاز می شود. ما واکسین را در اینجا در منطقه جنوب سند از وزارت بهداشت دریافت خواهیم کرد و بر بنیاد قوانین سازمان بهداشت جهانی ابتدا آن را به پزشکان بهداشتی تجویز خواهیم کرد. به هر حال از طرف دولت سند همه آمادگی ها به گونه کامل گرفته شده اند. احتمال می رود که پاکستان در صورت نیاز از واکسین اسپوتنیک وی روسیه نیز کار گیرد. ما بخش‌های مختلفی را در مرکز واکسیناسیون مشخص کرده ایم. کسانی که قرار است واکسین شوند، پیامی از اداره ملی ثبت دریافت می کنند و از آنان خواسته می شود که به اینجا بیایند. سپس پزشکان ما ارزیابی می کنند که آیا باید به آنان واکسین داده شود یا خیر. ما 15 اتاق ایجاد کرده ایم که در آن هر بار 15 تن را واکسین خواهیم کرد. پاکستان در 24 ساعت گذشته از ثبت 1563 رویداد تازه ویروس کرونا و مرگ 74 بیمار کووید 19 در این کشور خبر داده است. تاکنون بیش از 537 هزار تن به بیماری کووید 19 در پاکستان گرفتار شدند و از این میان بیش از 11450 تن جان باختند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. اسد دورانی رئیس پیشین ISI به داشتن رابطه با استخبارات هند متهم شده است. وزارت دفاع پاکستان به دادگاهی در این کشور گفته است که اسد دورانی از سال 2008 میلادی تا کنون با سازمان استخبارات هند ارتباط دارد و این ارتباط به زیان منافع ملی پاکستان است. حکومت جو بایدن فروش تسلیحات نظامی به عربستان و امارات را به گونه موقت متوقف کرد. علت این تصمیم بازنگری و تأمین شفافیت در پیمان‌ها گفته شده است. حکومت دونالد ترامپ چندین پیمان فروش تسلیحات نظامی با عربستان و امارات از جمله فروش 50 جنگنده F-35 را به ارزش 23 میلیارد دلار با امارات متحده امضا کرده بود. نیروهای امنیتی ترکیه در عملیات در 58 ولایت این کشور 126 تن را به اتهام ارتباط با گروه داعش بازداشت کردند. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که در جریان این عملیات مقداری از جنگ‌افزار، مدارک و پول نیز به دست آمده است. گروه داعش در عراق و سوریه دو کشور نزدیک ترکیه بیشتر فعال بوده است و دست به چندین حمله در ترکیه زده است. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. طولونیوز به سندهای دست یافته است که نشان میدن ناظر کل بانک مرکزی برای سفر شخصی و خرید خانه
از بانک مرکزی پول گرفته است. بر بنیاد یکی از این سندها، اصیل گل توتو آخیل ناظر کل بانک مرکزی در حال که 280 هزار افغانی ماهانه حقوق می گرفت، از بهر آنچه که افزایش بهای مواد اولیه گفته است، خواهان افزایش 50 هزار افغانی دیگر نیز در حقوق ماهانه شده است. این درخواست ها با وجود مخالفت برخی از مسئولان پیشین بانک مرکزی از سوی شورای عالی این بانک تایید شده است. حیدرشاه امید گزارش می دهد. بر بنیاد این سند، اصیل گل توتاخیل ناظر کل بانک مرکزی در ماه سنبله پارسال به دنبال افزایش حقوق عمران این بانک خواهان افزایش 50 هزار افغانی در حقوق ماهانه شده است. اما آنچه که غیر قانونی پنداشته می شود درخواست وی برای اجرای این افزودی از 9 ماه پیش از این درخواست است. قانون به ما قبل رجعت نمی کنه. بر اساس از هیچ کارمند دولت حق نداره که بر اساس ماهای گذشته و سالهای گذشته مطالبه امتیاز بکنه. این سند دیگر نشان می دهد که آقای توتاخیل 9000 دلار هزینه یک سفر شخصی 36 روزه اش را به هند از بانک خواسته است که با مخالفت آمر مالی و محاسبه بانک روبرو شده است. آمر مالی در نهایت با چند تن از کارمندان دیگر از بانک برکنار شد. با آمدن آقای اجمل احمدی چون یک فرصت برشان مساعد شد و یا به توطیه پرداختن. در این مکتوب دیگر با آن که آقای توتاخیل پذیرفته است که بانک برای آن کارمندانش وام می دهد که جایداد به نامشان نباشد، اما گفته است در خانه ای که به نامش است برادرانش نیز زندگی دارند و از شورای عالی بانک خواسته است که به گونه استثنایی برایش اجازه دهد تا از وام خرید خانه بهره مند شود. مونگا مختلف قرضی ورکو خپل همکارانو لپاره پاساس دی مقرری او څنګه غینه بیرتاخلو دام پاساس دی مقرری او په تصویب دی شورای عالی محترم. آقای توتاخیل همین گونه بدون توضیح جنبه های قانونی بودن پیشنهادهایش با تکیه بر تاییدی شورای عالی بانک پاسخ می دهد. او در پاسخ به چگونگی گماشتن ده ها تنه که پس از تغییر رهبری بانک این گونه بدون رقابت آزاد و طی مراحل استخدام با حکم گماشته شدند، نیز تنها با گفتن قانونی بودن این روند بسنده می کند. رقابت‌های حذفی فوتسال که از دو هفته به این سو در کابل جریان داشت، سرانجام با قهرمانی تیم سلطان احمد به پایان رسیدند. این پیکارها زیر نام جام صلح و یادبود شهدا برگزار شده بودند و 8 تیم فوتسال برای دو هفته برای به دست آوردن مقام نخست در برابر هم فوتسال کردند. دومین دور پیکارهای مجدنی NSB در فدراسیون ملی مجدنی برگزار شد. در این رقابت ها 64 مجدن از باشگاه 4 حوزه پایتخت شرکت کردند و به گونه تیمی در 8 بخش وزنی در برابر هم وارد رنگ می شوند. این رقابت ها به منظور گزینش برترین مجدنان به تیم منتخب کابل برگزار شده است. این بود خبرها تا این ساعت. توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خداوند بزرگ نگهدارتان.